بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. حرم مطهر امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا دیروز شاهد مراسم تعویض پرچم سیاه بود که در طول ماه‌های محرم الحرام و صفر بر گنبد شریف حسینی برافراشته شده بود. گفتنی است که پرچم قرمز نشانه خونخواهی سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام می باشد. به همین مناسبت این پرچم قرمز تا روز قیام منتقم آل محمد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف بر روی گنبد طلایی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام باقی خواهند. لازم به ذکر است که شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به مناسبت ایام محسنیه و شهادت حضرت محسن علیه السلام پیراهن عزا را از تن خویش در نخواهند آورد. در آستانه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، حرم مطهر امامین عسکری سلام الله علیه ما در سامرا با پرچم‌ها و بنرهای سیاه به نشانه غم و اندوه شهادت ایشان مزین شد. در همین راستا بخش رسانه حرم مطهر در سایت رسمی حرم مطهر از سیاه پوش شدن صحن‌ها و در و دیوار حرم خبر داد و اعلام کرد خادمان این حرم مطهر آماده برگزاری مراسم بزرگداشت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در 8 ربیع الاول و پذیرایی از زائران آن حضرت خواهند بود. گفتنی است شهر مقدس سامرا چند روزی است که شاهد حضور چشمگیر شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام می باشد. نیروهای گارد ساحلی ترکیه 35 پناهجو را از سواحل ازمیر بازداشت کردند. به گزارش رسانه‌های دولتی ترکیه، نیروهای امنیتی این کشور همزمان 107 پناهجوی غیرقانونی دیگر که قصد خروج از ترکیه را داشتند، متوقف و بازداشت کردند. بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، 18 نفر از بازداشت شدگان کودک هستند. رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیتی ایران میگوید آمار سالانه ازدواج‌ها در ایران طی حدود 14 سال گذشته تقریبا نصف شده است. محمد جواد محمودی رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیتی ایران به آماری اشاره کرده که نشان دهنده کاهش شدید ازدواج‌ها در حد فاصل سال‌های 1389 تا 1402 است. وی در ادامه گفت افزایش یا کاهش تعداد ازدواج‌ها در 3 دهه گذشته کاملا منطبق با کم شدن تعداد افراد 18 تا 23 سال بوده است که در ایران از حدود یک دهه پیش کاهش پیدا کردند. حزب راستگرا و ضد مهاجرت بدیل برای آلمان به قوی ترین حزب در انتخابات ایالتی در زاکسن و تورینگن تبدیل شد و مهاجران در این مورد ابراز نگرانی می کنند. گفتنی است حزب ملی‌گرا و ضد مهاجر آلترناتیو برای آلمان نزدیک به 33% از آرا را در تورینگن به دست آورد و با بیش از 30% آرا در زاکسن در رتبه دوم قرار گرفت. لازم به ذکر است این اولین حزب راست افراطی است که پس از جنگ جهانی دوم در انتخابات مجلس ایالتی آلمان پیروز می شود.